بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای ریاضی. امروز ما راجع به حروف گریکی یا یونانی یا گریک لترز صحبت میکنیم. حروف یونانی و یا گریک لترز. شاید سوال خلق شده که حروف یونانی برای چی ما او را میخوانیم یا چرا چی ضرورت است به حروف یونانی. البته نهفته نمانه که در ریاضی و فیزیک و کیمیا از این حروف زیاد مورد استفاده داره حروف یونانی. مثلا وای 24 حرف است و تمام حروف ازی در یک بخش از ریاضی یا فیزیکس یا کیمیا مورد استفاده دارد. پیش از این بخاطر ازی که در آینده در درس های بعدی که میخوانین اینا بعض سمبولا یا بعض واحدات میه، فقط ما بر شما یادآوری میکنم که اقلا در بارش یک روشنی داشته باشین. مثلا یک یا میگن که الفا، الفا الفا ای در فرزند در زاویه و حساب نمایندگی یک زاویه میکنه در هندسه. دیگه است که ای البته اول حروف بزرگ شروع شده میکنه باز حروف خورده شده. مثلا دیگهش هست که مثل بی آره بی یا بیتا 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 هم میتونه هم زاویه یک مثلث باشه. دیگه گاما گاما میگن گاما گاما به حساب شا یک شا گاما در یک شا است. به این شکل کلانش و خوردش به نام دلتا 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 یک تغییر میگه تغییر چیز از فرطن از بین یک و شش تغییر پنج است. یعنی می تغییر به نام دلتا یاد میکنه. پس اون در الجبرای مورد استفاده زیاد داره. دیگه از که مثل ای واره و ای قسمی ای را میگه اپسلون اپسلون یپسلون هم یک ثابت فیزیک است. دیگه زید یک قسمی یا تو که زیتا میگن زیتا 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 برای در برق در فرمولای برق یک چیز است که با شما خواهد دیدین در فیزیک برق. هیتا 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 هرچند هیتا قدر در مسائل
فیزیکای اون چیز ریاضی عمومیت نداره باز اگر از ریاضیات عالی و تراز شاید هم بیام یک سمبول باشه. بعد از هیثاس با این شکل تیتا 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 هم یک به حساب زاویه ازش کار برده میشه. بازش یوتا یوتا هست کاپا کاپا هی هم در فیزیک و کیمیا بکار میه. لامدا لامدا برای طول موج است. طول موج در فیزیک میو میو اگر فکرتان باشه وقتی که ما واحدات گرفتیم گفتیم مایکرو میتر و مایکرو گرام مایکرو یعنی میلیون میلیون مثل یک گرام این میو با کار آمد دیگه. یا به این شکل نو نو که هم برای فرکانسی کار می آید و همچنان برای به حساب بیلیونوم سه یک چیز هم گفته می شه مثلا نانو میتر دیگه. سی سی هومی هومی کرون هومی کرون هومی کرون بودس هومیکرونس و این شکل یا خوردش به نام پای و شما به نام در ریاضیات به نام پای رو یاد میکنیم
یا پای یا میگنش یا پای یا پی یا پای اصلا پی از خو در اکثر در کتاب ها و حتی در استاد های ریاضی ها ریاضیاتی رو به نام پای یاد میکنن اصلا پی است پای این پای در ریاضی یک عدد است 3.1416 که باز پس هم شما پای میخونیم چیز اگرش است که با این شکل و یا رو رو میگن رو و فرکانسی با کار میگن و هدفیر فرکانسی است سیگما سیگما یک شوها هم هست سیگما شوها سیگما و همچنان سیگما سمیشن یا جمع در ریاضی سمیشن یا مجموع یک چیز میگه دیگه تی یا تو این تاو 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 یا تاو میگن یا هم در فیزیک به درد میخورد دیگه اپسلون بیشتر اپسلون بود ای اپسلون است اپسلون فی فی هم برای زاویه و واحد زاویه است دیگه اکس سی هی و هی C C و آخریش هست که C هم به زاویه و آخریش هست اومیگا و فرکانسی زاویه ای و مقاومت برق کلانش بر مقاومت برق استفاده میشه و اومیگا اومیگا این 24 حرف هست و 24 لتر ضرور نیست شما این تمامشان تو ممارایز کنین یا از یاد کنین صرف یک یادواری است که اگر در بخش ریاضی یا در کیمیا یا فیزیک یا علوم دیگه ساینسی اگر به حروف شما سر میخورین امرایش آشنایی داشته باشین و این حروف است حروف یونانی یا گریک لترز هستن اینا این بود موضوعاتی که امروز براتون خدمتون راه کردم ویدیوهای ما را لایک کنین و کسایی که جدیدن پیوستن یا چینل ما را میبینن اونا سابسکرایب فراموش نکنن و همچنان ویدیوها را با دوستایتون شریک بکنین و یا شیر بسازین
آقا منتظر نظریات نیکی هستیم. شب و روز خوش برتان میخواهیم. خدا حافظ و ناصرتان.